روغن سیاهدانه که از گیاه سیاه دانه گرفته شده خواص دارویی قوی داره سلام من شیوا هستم و توی این ویدیو میخوام ده تا از خواصی که روغن سیاه دانه برای سلامتی داره رو بگم اولین مورد درمان جوش هست روغن سیاه دانه چون خواص ضد میکروبی و ضد التهابی داره میتونه توی درمان جوش آکنه موثر باشه و حتی زایات پوستی اون رو هم بهتر کنه. مورد دوم روغن سیاه دانه میتونه توی درمان سوریازیس که یه بیماری التهابی پوستی است که پوست در واقع سطح پوست پوسته پوسته میشه میتونه شدتش رو کم بکنه اما خب برای این مورد تحقیقات بیشتری گفته شده که نیاز هست روغن سیاه دانه یه ترکیب داره به اسم تیموکینون که باعث رشد بافت و بهبود زخم میشه اما بیشتر مطالعات روی حیوانات بوده و روی انسان احتیاج هست که مطالعات بیشتری انجام بشه مورد چهارم این که روغن سیاه داره میتونه باعث بهبود سلامت مو بشه یه چند تا مطالعه کوچیک نشون داده که ترکیب روغن سیاه دانه با روغن دیگه باعث شده که رشد مو بهتر بشه و ریزش مو کاهش پیدا بکنه اما خب چون این ترکیبی بوده روغن سیاه دانه با روغن دیگه خیلی قطعی نمیشه بگیم و گفته شده که باز مطالعات بیشتری نیاز هست توی این زمینه مورد پنجم درمان ویتیلایگو هست ویتیلایگو یه زایعه پوستی هست که در واقع های پوست از بین میره سیاهدانه میتونه ملانین که یک رنگدانه طبیعی هست رو توی سطح پوست پخش بکنه و زایات پوستی رو کمتر بکنه اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما لایک یادتون نره روغن سیاهدانه خواص ضد التحابی خیلی قوی داره التهاب توی بیماری های مزمن مثل دیابت نوع دو بیماری های قلبی و سرطان نقش داره پس این جنبه سلامتی روغن سیاهدانه خیلی میتونه مهم باشه جنبندی ده تا مطالعه نشون داده که روغن سیاهدانه میتونه چندین نشانگر التهابی رو کاهش بده و سطح آنتی اکسیدان رو توی بدنمون افزایش بده مورد هفتم این که روغن سیاهدانه میتونه باعث کاهش وزن، کاهش چربی و کاهش اشتها بشه. که البته اگر بخوایم بیشتر تاثیر داشته باشه، باید حتما با رژیم کاهش وزن باشه. مورد هشتم این که روغن سیاهدانه میتونه باعث بهبود کنترل قندخون خون و کاهش قند خون ناشتا بشه. مطالعات نشون داده که اگر کسانی که اگزما دارن که اگزما یه بیماری پوستیه که باعث التهاب و خارش میشه در روز دو بار و به مدت چهار هفته به صورت موضعی از روغن سیاه دانه استفاده بکنن تاثیرش به اندازه کرم بتامتازونه و میتونه شدت اگزما رو کاهش بده مورد دهم ده اینکه که روغن سیاه دانه باعث کاهش چربی شکم فشار خون، کلسترول و قند خون میشه که همه اینها در واقع ریسک فاکتورهای سندروم متابولیک هستن پس میتونه توی پیشگیری از سندروم متابولیک نقش داشته باشه البته رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال پیشگیری کننده اصلی سندروم متابولیکه و روغن سیاهدانه به عنوان یک مکمل کمک کننده هست به قضیه حتما به این مورد حواستون باشه در مورد مقدار مصرف خب متفاوته و هنوز تحقیقات کامل نشده اما مثلا برای کاهش وزن و کاهش قند خون گفته شده که مصرف بیشتر از دو تا سه میلی گرم در روز و به مدت 8 تا 12 هفته بیشترین تاثیر رو داشته اما خب هنوز میگم مطالعات بیشتری مورد نیاز هست یه سری عوارض احتمالی هم برای روغن سیاهدانی گفته شده که من توی دیسکریپشن می نویسم براتون حتما مطالعه کنید و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتین اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید توی کامنت برام بنویس که تا حالا از روغن سیاهدانی یا خود سیاهدان استفاده کردی یا نه